آقای اکبرپور عزیز، شما در برنامه پریشان ایوارز تشریف دارید که این برنامه سعی داره همه ایرانی ها رو از سر تا سر جهان دور هم جمع کنه و از وجود همدیگه مطلع کنه. شاید که تجربیات شما گرهی از کار یکی از هموطنان کشورمون یک جای دیگه از دنیا باز کنه. نظر شما در مورد کاری که این برنامه میخواد انجام بده چیه؟ قطعاً کاری که شما دارید انجام میدید خیلی با ارزشه و قابل ستایش هستش. اینکه ایرانی ها تو سر تا سر دنیا بتونن هم نوع و همیانه خودشون رو بشناسن، این که بدونن که چه ایرانی های موفقی ما تو کل دنیا داریم و چه کارهای بزرگی تو رشته های مختلف، حالا چه از نظر ورزشی، چه از نظر علمی و کاری هنری انجام دادن، قطعا میتونه باعث ایجاد انگیزه بشه تو جوان ها و آدم های دیگه که اونا هم بتونن مثل اون ایرانی ها کاری بکنن که باعث سربلندی و افتخار کشورشون و نام کشورشون باشه. قطعا کارتون خیلی با ارزشه و حتما تأثیر خیلی مثبت توی جامعه و توی بحث جمعی داره. انشالله. آقای اکبرپور، در کنار این روی جمعی که داره به وجود میاد، به هر حال یک نفر انتخاب اصلی خواهد بود و برنده جایزه پرشین ایوارد. به نظر شما این اتفاق روی زندگی این شخص چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ والا قطعا تأثیر خب مثبتی خواهد بود و اینکه هر آدمی با دیدن این برنامه و با دیدن حالا اون جایزه که شما به اون شخص خاص دادید، کسای دیگه هم خب به شوق میان، باعث تشویق دیگران میشه که اونا هم بتونن کاری بکنن که برای اون کار یک جایزه بزرگ ایرانی رو بگیرن و از طرف دیگه برای همون آدم به نظرم یک نقطه عطفی میشه که تا اون لحظه که انقدر تلاش کرده و به اینجا رسیده و یک جایزه ای رو از طرف همیهنهای خودش حالا توی یک برنامه خاص گرفته و سعی کنه این کار رو ادامه بده و بتونه تو مراحل بالاتر و تو جای بزرگتر هم این کار رو تکرار بکنه و باعث افتخار خودش بشه و باعث افتخار ایرانی ها بشه که این شکلی دوستش دارن و براش این برنامه رو درست میکنن و یا براش این جایزه رو در نظر میگیرن. به نظرم خیلی تاثیرگذار بود. انشالله. آقای اکبرپور، در این زمینه به هر حال داورانی وجود خواهند داشت. به نظرتون چه کسانی به این داوری دعوت بشن یا این داوری رو داشته باشن بهتره؟ والا من دقیق نمیدونم که این چه معیاری باید داشته باشه، حالا داوری شما تو چه چارچوبی قرار میگیره، اما اونجوری که من برنامه های شما رو دیدم فکر میکنم که تو زمینه های مختلفی خب هستش، تو زمینه های علمی هست، ورزشی هست، هنری هست. فکر میکنم داوری که باید توی این زمینه قرار بگیره کسی باید باشه که حداقل یک اطلاعات کلی و عمومی و یا یک نگاه جامعی داشته باشه نسبت به تمام این رشته ها تا بتونه حداقل داوری خوبی داشته باشه یا اون مباحث اولیه رو توی این رشته ها تو زمینه مختلف بدونه تا بتونه کسی رو انتخاب بکنه که سزاوار این کار باشه یا حداقل در حق یک کسی که تو این زمینه فعالیت کرده و خب حقش هستش که اگر حقش هست که دیده بشه و به یک جایزه برسه یا پاداشی بگیره در حقش اشحافی نشه و بتونن که انتخاب خیلی خوبی داشته باشن و این شکلی. و امیدوارم که شما هم بتونید هم داوری خیلی خوبی داشته باشی و هم بتونید کسی که واقعا مستحق هستش و برحق هستش انتخاب بکنید و امیدوارم موفق باشید. آقای اکبرپور عزیز، بازم ممنون از حضور مثبت و پر انرژیتون. موفق و برقرار باشید.